بینندگان عزیز برنامه چهارپای دو، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ یه برنامه دیگه اومدیم اینجا، چهارپای دو هست، میخوایم ارجاع کنیم. دوستان عزیز، یه برنامه ویژه داریم، میخوایم بهتر کنیم. همینجا باشید، برنامه عوض نکنید، یه مهمون ویژه داریم. نگاه کنی کیه؟ یه هنرمند زیرزمینی. سلام علیکم، حالت چطوره؟ برام خودتو معرفی کن، حالت خوبه؟ ببین، به من اسمن نزن. منم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های برنامه تونو، خودت که مجری برنامه ای. بابا دوستان عزیز، عجب شبی بشه امشب، یک برنامه بسیار خوب از چهارپای داغ. خب خدمت شما عرض بکنم که ما برخلاف برنامه‌ای همیشگیمون یک هنرمند ناشناخته دعوت کردیم اومده. البته من یه هنرمند شناخته شده هستم، همه منو میشناسن، میگیرن بپرس ازشون. ببین داغ میشه میسوزی یا دروغ بگی؟ نمیسوزم، چرا که دارم راست میگم. بازم میخوای میگم من یه هنرمند شناخته شده؟ ببین به من اسم نزن. خیلی خوب، ببین میخوام اینو بپرسم که اوناش بگو چرا حت روی زمین نمیخونی؟ چرا همش میخوای بری زیر زمین؟ خب برای اینکه وقتی زیر زمین میخونی راحت تری. مگه رو زمین چه خبره؟ داغه، آدم میسوزه، ولی زیر زمین خوبه، خنکه، ساکت، آرومه. زولبیا بامیه. زولبیا بامیه، بفرمایید زولبیا بامیه. دوستان عزیز، خیلی برنامه داغ و شیرینی هم هستش. خب ببین، یه توی این عوام، توی دوستان، توی اونایی که آره بگو داشت، بگو ببین چندیم با هم دیگه بگو. نه ببین، اونجا یک چیزی مصطلح هست که میگن اونایی که صداشون خوب نیست، خوب نمیخونن، یا یعنی که آلبومشون مجوز نمیگیره، اونا میرن زیر زمین. درسته؟ نه اصلا اینجوری نیست. الان برای توضیح میدم، وقتی رو زمین میخونی که تیمت توجه نمیکنه، اما ولی وقتی میری زیر زمین همه دنبال آهنگاتن، طالب میشن، بعد میری مجلس میخونی، شبی 10 میلیون 20 میلیون وضعت خوب میشه. کدوم هنرمندیه که میخونه رو زمین انقدر در میاره؟ تو به من بگو. الان وضعتون خوبه؟ بد نیستنش، خوبه، همه چی بلاهه، همه چی خوبه، آرومه، ساکته. الان تو ماشین چیه؟ ماشین من چیه؟ ماشین من یه X12 که از اون ور آب آوردم، طالبی برای تو هم بیاره. نداداش، ما از این پولا نداریم، ما همین برنامه خودمون رو اجرا کنیم. خیلی خیلی آره. خب بگو داداش، بگو. من فکر میکنم باید بریم این چهارپای داغ و زیرزمینیش کنیم، یه خورده درآمد رو خوبه همینجوری ادامه بده. ببینه چون وقتمون خیلی کمه، اگه همین الان ازت بخوام که یه شعر بر برنامه‌مون بخونی میتونی؟ آره چرا که نه، همین الان میخونم واسهت. به همین سرعت؟ به همین سرعت. آخه ما هر چیزی که میگیم همونو می‌نویسیم و میخونیم. آره داش، خیلی خوبه. خب مثلا بده یه ورق برات بنویسم. اینجا که همش خط خطیه، این ورش می‌نویسم. بریم آماده نوشتی؟ بری ناش، به همین سرعت، به همین سرعت. دوستان عزیز، برنامه چهارپای دو عجب برنامه شده. خب من برات همراهی میکنم. بلو. خوبه؟ خوبه. اینجا چهارپای داغ، یعنی جایی اگه دروغ بگی میسیدی تاریکه. چرا اونجا اون از محارکه؟ بچه رو زود بفرست مدرسه، یکی تا آشخان ساعت 9 شب بزنش نمیده. خیلی خوب بود، آشخان ازم ازم بخونم. دوستان از برنامه عجب برنامه داغ دوستانی، بازم برات میخونم، ولی خب من دیگه وقت ندارم، چون باید برم کنسرت بدم. سرلاک بخون، آب نخور، آب بده. سبل آب بخون، جای سرلاک بده، بچه تو بخوره داشت. خدافظ دوستان عزیز، برنامه رو دیدیم، خیلی باحال بود، لذت بردیم. خیلی خوب دوستان عزیز، یه برنامه دیگه از برنامه چهارپای داغ رو دیدیم، خیلی عالی بود. خیلی برنامه دیگه، خدا نگهدار شما باشه. چی برنامه ببینیم؟ خیلی خوشحالی نه؟ خب برنامه خیلی خوب شد، دستون در نکنه. چی بود الان خوندی؟ شعر خوندیم دیگه، این آقای هنرمند زیرزمینی خوندیم. میدونی مجوز نشینی که خوندی؟ اما چیز نخوندیم که راجع به در و دیوار خوندیم. خب غیر مجاز بود اینی که خوندی. الان چی میشه؟ حالا با نشید بیا بیرون، تکلیفتو مشخص کنیم، ببینیم چی میشه. نه من توضیح میدم خدمته. باستا من توضیح میدم.
بعد.